move on. We have three more. مدور، مربع، and شیردست. خب بذارید بریم جلو. ما الان سه نوع دیگه قبضه گرفتن قبضه کمان رو داریم: مربع، مدور و شیردست. Okay. So we're talking about round, square and yes. line square. خب ما در مورد مربع، مدور، مربع و شیردست داریم صحبت میکنیم. Yes. بله. This is where I think there are a lot of problems. من فکر می‌کنم اینجا ما مشکل ایجاد پیدا می‌کنیم. Square generally means that yes. You're generally I don't want to butcher the Farsi. No, I just said in Persian, no problem. مربع منظورش اینه، حالا من به فارسی میگم بله مربع، من میگه نه 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 من نمیخوام با تلفظ غلطم فارسی رو خراب کنم. So it's where the grip is sitting slightly to the side of the base of the thumb so that the hand is wrapped. اینه که شما دستتون یه مقدار به این دستتون به طرف کنار قبضه میاد. More around the grip than it would be like a normal grip that قبضه گرفتن معمولاً انگشتا به سمت جلوه، ولی این یکم دورش میچرخه. Distal joints are actually running along the center of the back. معمولاً همونطور که گفتم انگشتا اون قسمتی که مفصل است به سمت جلوه، ولی in a square grip در قبضه مربع you've actually turned the grip so it's شما باید دستتون رو بچرخونید sitting at the base of the fingers. به این صورت که قبضه کمان میاد در جایی که شما اولین مفصلهای انگشتاتون شروع میشه، قبضه کمان اونجا قرار میگیره. And what this does, it این باعث میشه که makes it easier if you're shooting like this, like این براتون آسان‌تر میکنه اگه شما به این طریق به این طرف در حال شلیک کردنین پرتاب کردن تیرین. If you're shooting straight forward اگه به سمت جلو مستقیم به حال شلیک کردنیم. Yes. And it's not as strong as the others. این گرفتن قبضه کمان مثل اون دوتای قبلی، منظورش بهرامی و چنگل باز، به قدرت اونا نیست. And it's better to learn the others and learn how to turn your body. این شاید بهتر باشه که شما یاد بگیرین چجوری بدنتون رو بچرخونید. ولی But not everybody can do that. هر کسی نمیتونه بدنش رو اینقدر بچرخونه. منظورش اینقدر بدنشون انعطاف نداره پشتشون کمرش. So if you were a person with a less than flexible waist. برای من اگه شما کسی باشین که کمرش خیلی انعطاف پذیر نباشه. And you wanted to do horse archery and you wanted to shoot. و شما میخواستید سوار اسب بشین و از رو اسب پرتاب تیر بکنین. Straight ahead. It's probably better to use that grip. بخوایم به طرف جلو شلیک کنی، شاید بهتر باشه که اینو استفاده کنی. Then it is to try and twist yourself and get out of balance. و بهتر از اینکه اینو استفاده کنین تا اینکه بخواید خودتون رو بچرخونین و بالانستون رو عدس بدین. So, I mean, I'm sitting straight on in this chair. من روی این صندلی مستقیم نشستم. I can do that. من میتونم این کارو بکنم. Not a problem. هیچ مشکلی هم نیست. So it's got its specific use. Now they این ازش میشه استفاده های مخصوصی کرد. Also in Arabic literature I think they recommend it for people with short fingers. من تونجی گرم میاد در دستخطای عربی در مورد کمان هم به این اشاره میکنن، میگن اینو باید کسایی استفاده کنن که انگشت های کوتاهی دارن. Okay, but just show us one more مربع square grip. لطفاً یه بار دیگه قبضه مربع رو به ما نشون بدید. Okay. Grasp, sorry. So notice the finger. Where is انگشت کجا قرار میدی؟ The index finger. Okay, I see that. انگشت سبابه کجاست؟ آها میبینم. And does the index finger touch the thumb? آیا انگشت سبابه با شست تماس ایجاد میکنه؟ I
think it has to. من فکر می‌کنم باید تماس داشته باشن با هم دیگه. Because if you don't touch the thumb and you به خاطر اینکه اگه با هم دیگه تماس نداشته باشن. You notice the thumb you can't have level because شما هم دیگه می‌بینید شما شست رو نمی‌تونید موازی نگه دارید تو این قبضه. It's pointing out at an angle. چون بخوام دیگه به سمت بیرون در حال اشاره کردنه. So I think that it's to get a consistent one you need to touch the thumb. بنابراین برای اینکه شما همیشه بتونید از این استفاده کنین باید هم دیگر با هم دیگه تماس داشته باشن. It's not a grip I would recommend for anybody unless they had a physical problem with the other grips. این قبضه رو من به هر کی پیشنهاد نمی کنم مگر اینکه یه سری مشکلات فیزیکی داشته باشن در کمرشون. هم دیگه اشاره کردم. But it's good to know how to do it because ولی به نظر من اینم خوبه که بدونیم که قبض مربع چجوری باید انجام بشه به خاطر اینکه she might be in a situation where this is the quickest way to get to the point where you want to shoot over there instead of shooting over there. وقتی اون برای وقتی که شما مثلا میخواین به طرف اینور و اونور منظورش چپ و راست کاملا بچرخید شلیک کنید. We're going to have problems with the round grip. Okay. من فکر کنم با قبضه مدور یه مقدار مشکل داریم.